نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز جمعه 16 ربیع الاول سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی در رابطه با مبنای اعتبار روایات معصومین علیهم السلام فرمودند: برای دستیابی به صحیح بودن روایات معصومین علیهم السلام دو چیز لازم است که ابتدا احراز اعتبار سند و سپس ظهور دلالت آن لازم است. معظم الله در ادامه فرمودند: در رابطه با اعتبار سندی آنگونه که به تبع یا وفاق با مشهور فقها به نظر من میرسد، یا باید خود سند معتبر باشد تا نسبت دادن آن روایات به معصوم علیه السلام مشکوک نباشد، و یا اگر سند معتبر نیست مشهور فقها به آن عمل کرده باشند، که در اصطلاح به آن جبر سندی گفته می شود، یعنی ضعف سند با عمل مشهور فقها جبران می شود. ایشان همچنین تأکید فرمودند: وقتی صدها نفر از فقها به این روایات به عنوان فرمایش معصوم علیه السلام عمل کردند، بنابر مشهور لازم نیست سند ثقه باشد و از افراد ثقه رسیده باشد، اگرچه برخی از فقها مانند شهید اول، شهید ثانی، محقق اردبیلی و صاحب مدارک در گاهی از اوقات و نه همیشه این شیوه را نپذیرفتند، اما مشهور فقها پذیرفتند. با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم. نه، باید محرز باشه عند العقلا، چون طرق اطاعت و معصیت عقلائیه نسبت این حرف به معصوم محرز باشه، و ظاهر فرمایش معصوم هم پلان چیز باشه. نه، گاهی قرائن داخلی و خارجی هست که عمل مشهور لازم نداره، اما خب قرائن میخواد. مؤیداتی که موجب اطمینان عقلائی بشه، بله، اشکال نداره. بله.